kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Ah Sina, کیو پیدا کنم که به تو بفهمونه؟ هر لحظه که از هم جدا هستیم داره از عمرمون میره، از عمرمون کم میشه، رابطمون کم رنگ میشه، نبودنت همه چیزو تو زندگیم تحت تاثیر میذاره. عزیزم میشه یه لحظه بیا؟ دیدی تو نتونستی جدایی تحمل کنی، چون ما شدی سینا. آره میام عزیزم. جانم چی شد؟ بلند هرچه زودتر منو از اینجا ببر. منم اصلا دلم نمیخواد بمونم. این مردی که حتی یه تشکر خشک و خالی هم نکرد. ببریم. کفشام ازتون متنفرم، متنفرم. بیا بیرون از پا. بس دیگه. از شما پله ها متنفرم. از تک تکتون متنفرم. از تک تکتون. خدا شکرت همه ی دعاها قبول شد. از اینجایی که با پله ها هم درگیر شده نفه قطعا دیگه جدا شدن. راست میگی؟ ایشالله ایشالله. خجالت نکشین، خجالت نکشین ها. پایین فش فش هم داریم، اونا رو روشن کنه پشت سرم. مشکلی پیش اومده؟ مشکلی که نه، من قلب طلایی خواسته بودم. خب اینم قلب طلایی. قربان، ببینین منظور من اینه که من به خاطر قلب طلایی همیشه میام اینجا، اما این دفعه مزهش خیلی عوض شده. نکنه سرآشپزتون عوض شده؟ یه مشکلی هست، اگه میخواین شما هم بیان امتحان کنین، این خیلی عوض شده. متوجه شدم. من الان رسیدگی میکنم، به سرآشپزم خبر میدم، یکی دیگه براتون میاد. باش، ممنونم از شما. برکای بیا. میدشیش؟ منتظر باشه. چطوره؟ همچین. همچین چی؟ همون مزده رو میده یا نمیده؟ یعنی چیز نیست، ولی به نظر من دقیقا همون مزده رو میده. سرکان من زور زیاد چیز شیرین خوردم، مزه دهنم عوض شده. نمیدونم یه جوریه، فکر کنم اون مزه ای نیست. چی عوض شده؟ خب به نظرم مثل همیشه نیست. شما خیلی دارین بزرگش میکنین، دقیقا همون قلب طلاییه که همون سرآشپز درست. بله چیزی نگفتیم، همون طعم، همون سرآشپز، اما انگار یه چیزی کم داره. یه چیز نیست، خیلی چیزاش کمه. حق با مشتریه. واقعا گیت شدیم، نمیدونیم عاشق قلب طلایی بشیم یا عاشق آشپزش. ای این چه کامنت مزخرفیه آخه. اه بازی احمقانه با کلمات. پرچمای پیروزی آویزون کنیم، دیگه ما هم یه سرآشپز وطنی عالی داریم که میتونیم خیلی بهش افتخار کنیم. آه چقدر خنده داره. او خدای من. زیرش بنویسین که با همون شوخی کردی، یعنی ما قراره کلی بخندیم. باید بگیم چه زنه یه بانمکی هستن، سینان عاشقت بشه. آره ببینم.
فقط قیافه اینو ببین. وای قیافش رو نگاه. فکر کرده حالا که مشفره مثلا خیلی جذابه، ولی یه سشوار بکشه شبیه عجوزا میشه. آی سینا نگات هم نمی کنه بابا. هرچند این اواخر سینان به من هم نگاه نمی کنه. پلین جون وقت داری دخترم؟ جشنتون تموم شد؟ برای مهمونی فردا چطوره این لباس عزیزم؟ ببینم جشن فارغ التحصیلی دبیرستانتونه مناسبه. آره مامان جون سن و سال دیگه از این مدل لباسا گذشته. چی آخه یقه دکلته؟ قدش هم که کوتاه، فکر میکنی خیلی بهت میاد؟ حالا اگه اینقدر دوست داری همچین چیزایی بپوشی، لااقل برنامه‌ای که برات نوشته بودم و انجام میدادی یه ذره لاغر میشدی. به نظرت من یکم چاق شدم؟ یکم؟ کاش بشه با کلمه یکم توصیفش کرد مامان جون. چون بابات واقعیت رو به اون آشپزه گفت داری اینجوری میکنی دخترم. واسه ناراحت کردن من داری میگی؟ وگرنه من چند ساله وزنم ثابت عزیزم. پس معلومه که داری خودتو گول میزنی. چی شده اصلم؟ چرا ناراحتی؟ رضا به من نگو اصلم، انگار که جوونیم منو هوایی میکنی. مگه اولی باره که میگه؟ دیگه نگو رضا، نگو. خب چی گفت که اینقدر ناراحتت کرد؟ عقدشو سرتو خالی کرده؟ ما اینقدر داریم برای اون زحمت میکشیم. نه من نمیتونم، نمیتونم. من مادر خوبی نیستم، یه جا دارم اشتباه میکنم. اول تولگا، بعدم این آشپزی، الانم این حال روزشه. من باش حرف میزنم، باش حرف میزنم. پلین میتونم بیام تو؟ دخترم این چه وضعشه ها؟ چه خبره؟ سن بلوغت هم که خیلی وقت گذشته، ولی کاری که اون موقع با همون نکردی و الان داری میکنی. یه هایی بی خود و بی جا انجام میدم؟ آره بابا بی خود و بی جا. یعنی این هیچ ربطی به حرفا و رفتاره دیروز شما نداره؟ نه دخترم، پایین مامانت کم مونده بزنه زیر گریه. منم خیلی گریه کردم بابا، منم خیلی گریه کردم. خیلی خوب میدونم اشک ریختن یعنی چی. رنجیدنت از طرف کسایی که دوستشون داری، زیر پاله شدن، و من خیلی خوب میدونم بابا جون. باشه تو با من مشکل داری، دمت گرم، ولی پشیمون نیستم، چون من کار درست انجام دادم. الانم که باشه باز همون کارو میکنم. اینجوری توی خونه نمیشه و پدر مرا قهبود که. اینو باید حلش کنیم، باید درستش کنیم. حل میکنیم بابا، حلش میکنیم، یه راه حلی پیدا میکنیم. اون راه حلم رفتن شما از این خونه است. من دیگه با شما خوشبخت نیستم بابا جون، حتی یه ذره. شب بخیر سرآشپز. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. سرآشپز شما نمیری؟ نه جانسون نمیرم. به فکرم زده تو قلب طلایی یه چیزی به غیر از گل محمدی بریزم. چی؟ وقتی انجام دادم میبینی سر کن. از قبلشم بهتر میشه.
حالا ببینیم. یکی هم پیدا بشه بگه پلین این کارو نکردی، پلین اون کارو نکردی. نمیتونه بگه، نه نمیتونه بگه. چرا نمیتونه؟ چون من هر کاری که از دستم بر اومده انجام دادم، هر کاری که از دستم بر میومده برای این رابطه انجام دادم، هر کاری برای با هم موندن، هر کاری برای خوشبختیمون، برای خوشبختی جفتمون. اما چی شد؟ نمیشه دیگه، ما نمیتونیم خوشحال باشیم. خاطر لجبازی اون آقا ما نمیتونیم خوشحال باشیم. هیچ کس هم خوشبختی ما رو نمیخواد. هیچ کس. یه پرس کامل مخصوص افسرده ها. با کم که کاملا پره دیگه. آره درسته. امیدوارم راهمون خیلی طولانی نباشه. انشالله تو راه این زندگی. نای دو ساعته داری فلسفه میبافی یا تو رو خدا. اوف. اوف. ببین اگه داری فرار میکنیم بریم آدانا. بهت گفته باشم من جایی که دریا نباشه نمیتونم زندگی کنم. نه آدانا به دریا نزدیک. باشه باشه، اما خب ناف منو تو استانبول بریدن. حالا من به خاطر ذوق لحظه ای خوشحال میشم، هیجان زده میشم، احساس خوشبختی میکنم فلان و بهمان، ولی نکنه بعدا ناراحتت کنم. والا نمیتونم بیام، بلا نمیتونم بیام. بابا تو حالا یکم آروم باش آخه، قربونت برم. من بیگدار به آب میزنم آخه، تو به زوبی اعتماد کن. لازم باشه فاصله ها رو برات خیلی خیلی کوتاه. زبیر جانم چطوری عزیزم، خوبی؟ شکر. نمیخوای یه توضیح بدی؟ آخه تو بدون پلین معمولا دم خونه ما نمیای مگه نه؟ فکر کنم باید جواب سوالمو بدی. سیمای جون کی اومده؟ آآ زبیر؟ آآ ماران و دست و دستم هست و قهرمانان رابطه دومی که خاله ملیه و آبجی سهیلا به شدت باهاشون مخالفن. سیمای اینا فرار کردن. این دختره رو فراری داده، فراری دادی زبیر؟ باشه اجازه بده خودشون توضیح بدن. زبیر توضیح میدم. فراریش دادم، ایدش از پلین بود. خدا خیرش بده، گفت برو، گفت سیمای ازت حمایت میکنه. قرار بود زنگ بزنه، حتما یادش رفته، اونم حواسش سر جاش نیسته. من دیگه پاک قاطی کردم. نه بابا چیز خاصی نیست، ظاهرا شما یه اتاق مهمون دارین، اونجا دو تا تخت جدا دارین، اونجوری گفت. آخره خیلی
تو ندارم. ببینم بهت نگفته؟ زوبی تو منو گول زدی؟ نه بابا. سیمای من برات ماجرا رو خلاصه بگم. اینا از تو کمک میخوان که اینجا بمونن. نه من اونو فهمیده بودم. خب به کجا چه نفهمیدی؟ اونم من توضیح بدم. زبر بیاین تو، دم در موندین، بفرمایین. اینا قراره اینجا بمونه؟ واقعا؟ چه مدت ها؟ نشه که اینا رو پرسید. چرا نشه که پرسید ها؟ به نظرم خیلی هم خوب میشه پرسید. یه روز، دو روز، سه ماه، تا کلاس اول بچه شون تا کلی. پاکن جون، به مهمونا خوش اومد نگفتی، بگو بهشون بشینن لطفا. سرپا موندیم، بفرمایین بشینین. خوشحالم بشینه، من برم ماشین رو تحویل بدم و برگردم. اما نگران نباشین، نیم ساعته برمیگردم، خیالتون راحت. بس بفرمایین بشینین، خواهش میکنم. بفرمایین اون رفت، بفرمایین. فکر کنم اینا اتاق ما رو میخوان صاحب باشن. نمیدونم. نازم علی رو هم تازه خوابوندیم آخه. حافظه قربونت برم، نکن اینجوری، نکن اینجوری، با گریه خودتو تلف میکنی، اتفاق دیگه نمیافته. گفته باشم اگه خودش نیاد، خودش نیاد، پلیس به کلانتری FBI همه جا خبر میدم. تو عبرت نگرفته خاله حافظه؟ همه دنیا هم دست به دست هم بده و دنبالش بگرده، اگه دلش نخواد بیاد نمیاد. منو ببین با هوا، مامان سرم هم شیکوند ولی استغفر الله، حالا بور بود، من میگفتم باشه. نه پول داره، نه چشم آبی داره، گول چیشو خورد و فرار کرد با اون پشمالو. ای خدا گوش کن حافظه، ببین من با مورال حرف زدم، دختر تو به این آدم دل داده، دیگه کاریش نمیشه کرد. هرچی بهش گفتم قبول نکرد. بعد این ماجراها تو وظیفته که اونا رو ببخشی و حمایتشون کنی. اگه خیلی راست میگی، خودت پلینو با رسم و رسوم عروس کن، بردار بیار خونه. ببین منو، این پسر زبیر بدی به دختر تو کرده ها؟ مگه میخواد از کار و زندگیش بندازه؟ مگه میخواد جونشو بگیره؟ میخواد بگیرتش دیگه؟ کرده نکرده؟ ببین اون موقع دیگه داستان فرق میکنه. اکرم لوازم خونگی فروشه، داشت میگرفتش، میخواستم بدمش به اون. مستخدمای دخترم رو ازش گرفت، منم از اتاق لوکسم گرفت. پس مصیبت بزرگی شده. بفرمایید. آخه من نمیتونم لباس کسی دیگه یه بپوشم. منم مشکل روانی دارم، به همه همین یه دست لباسو میدم بپوشن. پس من اینو نپوشم، با همینا بشینم راحت ترم. آره نه سیمای داره سر به سر میذاره، یعنی داره با شوخی میگه، معلومه که تمیزه عشقم. آبجی خیلی ممنون عزیز دلم. چه آبجی، من از تو کوچیکترم. وا آبجی بودن ربطی به سن و سال نداره، تو درهای خونتو به روی ما باز کردی، ما رو زیر بالا پرت گرفتی، میدونی؟ بعد از این تا آخر عمرم بهت میگم آبجی.
حالا تو اینا خیلی این بر اون بر بازگو نکن، خوب نیست. خوب چیز نکن اصلا. زبیر، زبیر نه میخوای بیای بیرون؟ تفلکی دختره میخواد لباسش عوض کنه، تو هم که اینجا وایسادی نمیتونه. باشه جلوی در منتظرت باشم یا تو سالن ببینیم همدیگر رو؟ مارلم تو بیا اینجا دنبال من، از اینجا با هم دیگه میریم پایین. زبیر بس دیگه، زود باش زبیر. باشه خب اونا هم گناه دارن، ولی از یه طرف ما هم گناه داریم. آره خب، ولی خب فکر کنم نهایتا 3-4 روز دیگه بیشتر از این کاری نمیتونیم بکنیم. سیمای میدونی که ما بعد از دانشگاه دیگه همخونه نداشتیم، میدونیم که اصلا دلم واسه اون روزا تنگ نشده. باشه خب، اینا مهمونن، یه رابطه منظم توی چارچوب مهمونداری باید داشته باشیم، اینطوری فرض کنیم دیگه. خیلی خب باشه، همینطوری فرض کن دیگه. نمیدونم ببینین کی آوردم براتون. شماها تو عمرتون پسی به این خوشتیپی دیده بودین؟ اصلا بذارین اینجوری بپرسم، تو زندگیتون چه خبر؟ خوبیم داداش، تو چطوری؟ باشک تعریف کرد؟ چی تعریف کردم؟ کی تعریف کردم؟ اینقدر سری تعریف کردم؟ زبه دختره رو فرای داده، تعریف کردم؟ آره آره خیلی خوب شده، خوب کار کرده. ها؟ پس داداش بیشتر خوشحال شد چون اینجا پلین موضوع جا و مکانشون انداخته گردن ما. چیز نکنین، یعنی اصلا اونا رو گردن نگیرین، حواستون رو جمع کنین. من یادم رفت بهت بگم، من امروز 450,000 مارک وام گرفتم واسه عروسیمون که قرار بود تو حیات هنرستان دخترانه ی فلوریدا بگیریم. اون کار حلش کردی؟ آه خیلی خوبه، خیلی خوبه، عالیه. ما هم واسه یه لباس دامادی اون لباس شوالیه ها رو سفارش دادیم و تموم شد. خیلی خوب شد اون کارم کردی. آره آره آره، یکم من سفره قنصابیدن پیدا نکردم، یعنی اونو پیدا نکنم و عروسی بدون اون امکان نداره. باشک جان میشه تو رو خود انقدر داد نزنی؟ خیلی خوب حلش میکنیم دیگه، اونم پیدا میکنیم، استرس نگیر، من همه رو حل میکنم. خیلی خوب بچه انگار وارد دنیای ارواح شده، اونا هم روحشو در آوردن و اینم از دستشون به زور فرار کرده اومده اینجا. باشاک اینا اگه با سینا ناشتی نکنن به نظرم تو بلند تو فراموش کن. تعطیل بلند تو فراموش کنم؟ عروسی چی؟ عروسی رو چی کار کنم؟ مگه من قرار عروس زامبیا بشم؟ مگه قرار عروسی زامبیا باشه؟ این مثل زامبیا شده چی کار کنم؟ اینجوری نباش، خب بی احساس نباش. ببینش وای چقدر خوب شد اومدیم بیرون. داداش تو خونه میشینی بدتر میشه، خوب شد. داداش به خدا دیگه داره از این رفتارهای سینان حالم به هم میخوره. باشه داداش باشه. دومین ظرفش دیگه مستم کرد. آره آره این که میگن شکلات هورمون خوشحالی داره واقعا درسته، یعنی دلم خونه ها اما نیش هم میخواد هی به بلا گوشم برسه. آه سینانا باشک داری شوخی میکنی مگه نه؟ همچین کاری نکردی. من شبیه آدمایم که شوخی میکنن؟ بعدش هم تو خیال میکنی کارای بلند تو پرین فقط به تو مربوطه، فقط تو رو تحت تاثیر قرار میده. آره فقط تو رو تحت تاثیر قرار میده. درسته، ولی باشک این موضوع بین ما بود، تو چرا خودتو قاطی ماجرا کردی؟ چون که من تا به امروز به هیچ کدومشون دروغ نگفتم، نه به پلین نه به بلند، میفهمی؟ به هیچ کدومشون، یعنی حتی اگه بدونم طوفان میشه ولی بازم نمیگم. میدونی چی فهمیدم سینان؟ کسی که امروز به تو دروغ میگه فردا به من میگه. باشک دروغ نگفتن که کلاهبرداری کنن.
مجبور شدن مخفی کنن. اصلا خودتو خسته نکنه باشه، من چیزی که باید میفهمیدم و فهمیدم باشه. جفتشون یه چیزه برای من، تموم شد تموم. من دیشب نشستم کلی فکر کردم و یه تصمیم قطعی گرفتم. دستی فقط آدمای صادق تو زندگیم خواهم بود. تموم شد دارم دیگه میشه. باشک نکن تو رو خدا، من این آدم رو سالهاست که میشناسم. فقط پدر مادرمون یکی نیست، اون برادر منه، برادر من. الان داری راجع به یه آدم دیگه حرف میزنی، این نمیتونه بلند باشه. ای که اینطور باشه. خب پس پلین چی؟ اونم هول شده بابا. باشه باشه که انگار نمیشناسیش، به عاقبتش فکر نکرده یه کاری کرده دیگه. اگه بگی بی فکری کرده درسته، ولی دروغ نه، اینا گناه نابخشودنی نیست. ای بابا چه خبره اینجا؟ خیلی خوب معلوم شد، برادرایی که فقط پدر و مادرشون از هم جدان. این کار تموم. ببین جنگ، دعوا، علم شنگه، همش قبول. میگی راتو بکش برو، باشه اونم قبول. ولی میدونی چی از همه بیشتر آدم اذیت میکنه؟ دل شکستن، دل شکستن. اینا احساسات مشترک آدمای حساسه، میفهمم، راحت باش. پسر تو خیلی دل منو شکستی، تو خیلی ناراحتم کردی سینا. مرتی که تو دل منو شکستی. باشه یه غلطی کردیم، چرا انقدر بزرگش میکنی آخه؟ ای بابا، آدم مگه میتونه برادرشو بذاره کنار؟ مرتی که تو برادرمی، برادرم. من تک فرزند بودم، تو برادرم شدی. برادر شدیم. آره همینم بیشتر آدمو اذیت میکنه. خب به درک اذیت کنم مگه چی میخواد بشه؟ میخوای برادرتو پاک کنی بذاری کنار، میخواد چیکار کنی؟ الان دنیا با همرزی میتونی آبجو هوا رو بذاری کنار؟ ها؟ یالا جواب بده. چه ربطی داره بابا؟ مگه گفتم گذاشتم کنار، دلم شکست. ها یعنی هنوز برادریم دیگه. برادر این پسر چی فکر کردی؟ فکر کنم تو منو فراموش کردی زمان مدرسه. آره تو یادت رفته انگار. دارم تو ساهرم منو فراموش کردی پسر، الان بهت نشون میدم. زبیر من اصلا نپرسیدم، گرسنه که نبودیم. نه من مشکلی ندارم، ولی مارال فقط صبونه خورده. باشه زود یه چیزایی آماده میکنه. من بسلق زیاد خوردم. شما هم اصلا خودتونو تو زحمت نندازین، میخوابیم بیدار میشیم، صبح هم اگه با هم صبونه میخوریم. نه عزیزم اگه میشه تعارف نکن، من آماده میکنم. آبجی چیزه تو آشپزخونه رو نشونم بده، من دو دقیقه یه چیزایی حاضر میکنم، یعنی جور دیگه من خیلی معذب میشم به خدا. آشپزخونه اونجاست ولی خب نمیشه. چرا نشه عزیزم، مگه نداداش؟ چیز زیادی تو یخچال نیست، ما قرار بود فردا بریم خرید عزیزم. چیزی نمیشه نمیشه. پس من بشینم دیگه، نمیدونم چیکار کنم. مارال تو رفتی خرید کردی؟ نه آفجی، من نونه بیات و تخم مرغ پیدا کردم، بعد بهش پنیرم اضافه کردم، بعد 5 دقیقه گذاشتم تو فر، یه غذای غربی مثل پیتزا شد. مامانم اینجوری درست میکرد، نون و پنیر با تخم مرغ. سال هاست دارم به سیمای میگم از اینا درست کن، حتی یه بارم برا من درست نکرده، حتی یه بارم درست نکرده. آی داداش من خیلی زیاد درست کردم، شما هم بشینین دور هم میخوریم. بشینین دیگه، یالا بشین. والا من نه نمیگم. آبجی بشین، بیا بشین. قسم میخورم خیلی خوشمزه شده، انگشت هم میخوریم.
راست میگی. آبجی بذارم بر. مگه شکر تو خونه داشتیم ها؟ نه آبجی، اون هلوه. میدونی چی کار میکنه هلو آبجی؟ یه قوامی بهش میده، نرمش میکنه. تو بیا از این بخور، طعمشو ببین، بخور بخور. اگه پسندیدی من بازم برات درست میکنم. باش عزیزم، ولی خب 100 سال به ذهن من خطور نمیکرد. ولی یه چیز بگم، تعریف از خود نباشه، تعریف از خود یعنی شکر خورده. مارال کالباسو بذاره لای نون، والا به نظر من که مزه کباب بره میده. نه من واسه سرگرمی کلاس آشپزی رفته بودم، اونجا کلاسای صرفه‌جویی در خانه هم رفته بودم، از اونجا یاد گرفتم. یعنی تو اگه آشپزیشو پسندیدی باید گلدوزیاشو ببینی. زبیر، آدم همه جا نباید از عشقش تعریف کنه. خیلی خود آخه. نه عزیزم، نه بابا، چه نیازی به تعریف داره؟ معلومه چقدر کدبانوه. تبریک میگم والا، خیلی تبریک میگم. والا دستپخت خوب یه چیز دیگه است. یعنی دستپخت هر کسی نمیتونه خوب باشه. داداشم ممنونم. سیمای از این بخور، خیلی خوشمزه است. ممنونم عزیزم، برمیدارم. بیشتر بردار بابا، بردار. برداشتم عزیزم، برداشتم. خجالت میکشه. خیلی خوشمزه است. ای بابا، لیوانا اینجا چی کار میکنه؟ کی جای اینا رو عوض کرده؟ تو جای اینا رو عوض کردی؟ عصبانی شدی؟ نه عصبانی که نشدم. خوبه پس. آبجی میدونی چی کار کردم من؟ قاشق چنگالا رو توی کشوی اول گذاشتم، یعنی مهمون که میاد همه جا رو به هم نزنه، گفتم راحت پیدا کنن، چون میدونی مثل دکمه‌های کنترل همه بهش عادت کردن دیگه. یکی دیگه هم جای قابلمه و مایی تابه ها رو عوض کردم، یعنی سوء تفاهم نشه آبجی، چون اونجا حوله بود، موقع غذا درست کردن روش روغن میپاشه، بعدش ای بعد تمیز کنی و درد سره. مگه ندرست نمیگم ها؟ فهمیدم، یعنی میفهمم، اما خب منم اینجا نظم خودم رو داشتم. آبجی میدونی من به همه جا خوب نگاه کردم، اون نظمی که تو میگی همچینم نظم نبود، یعنی مثل یه خواهر دارم بهت میگم، برای این که بدونی. پلین دختر قشنگ، مژده بده با سینان آشتی کردم. تو بهش التماس کردی؟ نه همینطوری حرف زدیم. من هی میخوام باهاش حرف بزنم، اصلا فرار میکنه، حرف نمیزنه، حتی تو صورتم نگام نمیکنه. ولی ما کارو از حرف زدن به کشتی گرفتن کشوندیم، یعنی کلی هم کشتی گرفتیم، کم مونده بود دیگه بیافتیم تو دریا. یعنی منظورت اینه که تنها مشکل من اینه که باهاش کشتی نمیگیرم؟ آره نه نه، مال ما بیشتر روش نشون دادن علاقه مردای ترک بود. ببین یعنی نمیشه 10 ثانیه هم به خاطر من خوشحال باشیم پلین. منتظر باشه، منتظر باشه، حالا میبینه پلین سیهانو دست به سر کردن یعنی چی. سلام. سلام. بیا ببین چی کار کردم. دستاتو باز کردی؟ شوخی خیلی بامزه‌ای بود با. واقعا که من کی شوخی بیمزه کردم؟ وای. خیر باشه، به نظر سرحال میای، خبری از اون حالت افسردگیت نیست ها؟ آشتی کردیم دیگه، چی میخواستی؟ نه بابا، اینقدر زود؟ تو چی فکر میکردی روزگار؟ اون برادر منه، همین قدم زیاد قهر بودیم. فقط با بلند آشتی کردی؟ باشه، روک میخوام بپرسم، با پلینم آشتی کردی؟ الان که اینقدر حالم خوبه، چی لزومی داره راجع به چیزای ناراحت کننده حرف بزنی؟ باشه عزیزم، چه میدونم، دیدم حالت خیلی خوبه، فقط یکم کنجکاو شدم همین. بهتره خیلی کشش ندی روزگار، بعدم بعد. باشه ساکت شدم، چیزی نمیگم.
بیا ببین میخوام چی بهت نشون بدم. بیا روزگار وایسا. ببین یه شب فوق‌العاده تو میدون پاریس. یادم افتاد روزگار، این به نظرم کوچیک شده، انگار کاش یه چیز بزرگتر میذاشتی. جدا؟ اون روز خیلی روز خوبی بود، خیلی خوش گذشت، به خاطر همون خواستم سایزش بزرگ باشه، ولی اگه خوشت نمیاد بیارمش پایین ها؟ نه یادم افتاد، خیلی بهمون خوش گذشته بود. قشنگه، بمونه، خوبه. اوف. آی 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 آخ. چه ربطی داره؟ یه چیزی بگم، این داوره دهن آدم رو باز میکنن، هیچی حالش نیست. ببین نرمسه باد، مگه تو اونجا مجسمه همینطوری وایسری بر رو بر نگاه میکنی؟ زود باشتی حاکان. حاکان اون لباس از کجا پیدا کردی عزیزم؟ هوا شرجی عشقم، با تیشرت نمیشه نشست. آره بابا، کولرم آدمو خوش میکنه، بعدش هم آدم خوب نمیشه. ولش کن بابا. ببین منو نگاه کن، اینا رو بگیرین بپوشین، اعصاب منم به هم نریزین. یعنی لطفاً تنتون کنین، یعنی مرتب باشین، همین که گفتم. چه خبره؟ لطفاً یکم منظم باشین، زودتر تنتون کنین عزیزم. زود باش، زود باش. بی بریم آشپز خونه، آشپز خونه، بیا کارت دارم. میام، الان میام. دختر ببرمت با زیادن اسپات ببینی. تعریف کن هاکان جون، تعریف کن عزیزم، تعریف کن. چی کار کنم برات؟ چی کار کنم شوهر قشنگم؟ چی کار کنم؟ چی میخوای از خونه بندازمت بیرون هاکان؟ چی کار کنم؟ چی میخوای؟ اوا عشقم، یه لحظه، تو هم داری گریه میکنی هم سر من داد میزنی، چه خبره؟ چه خبره؟ تو چرا با اونو همراهی میکنی؟ چرا همراهیشو میکنی؟ دختره غذا درست کرده بود، خوردیم، عرق کردم، تیشرتمو درآوردم. بازیم دیگه با زبی دیدم دیگه. بعدش تو چرا انقدر خدایا داره میگه زبی دارم، دیوونه میشم، واقعا دارم خل میشم. خدا ببخشید سیمای جان، وقتی این آدما انقدر به من محبت میکنن، من نمیتونم به خاطر خواسته تو اونا رو برنجونم. اینو از من نخواه، بس دیگه. عجیبه والا. چی کار کنیم؟ شما خواستین اینطوری بشه، خب منم مجبورم. اوف. همه جم درد میکنه، این بچه ها با هم گلاویز شدیم. که چیه؟ کشتی آشتی کنانه، حسابی عرق کردم. بده ببینم، این سامره؟ شوخی میکنی؟ نه، اون شب ادی بود، روز بود، من و تو بودیم. پس تولد کی رفته بودین سینان؟ تولد اون کسی که باش تا حد مرگ مشروب میخوردیم. سامر بود. اون شب به تو ابراز علاقه کرده بود. جدی؟ من چی گفتم بهش؟ گفتی که لیدای خونه دست تو بود روزا. سر به سرم میذاری. تازه ترکی هم گفت، دختره تفلک از ترسش هیچی نپرسید، تفلک گردنشو کج کرد و رفت. آخه چی میتونم بگم؟ مناسب من نبود، دفاع دیگه ای ندارم آقای قاضی. ببین سینان، اینجوری نمیشه. اگه اینجوری عصبانی شروع کنی پلیل اصلا نمیتونی حلش کنی. اینطوری
سینان، این موضوع رو باید مثل دو تا آدم بالغ حلش کنیم. ببخشید منم اینجوری تو جاد ولو شدم. نه عزیزم راحت باشه، تو هر جوری که دوست داری باشه، مهم نیست. خیر باشه روزگار خانم، میخوای از این حال خوب من سوء استفاده کنی؟ خیلی هم خنده دار نبود. میدونی یاد چی افتادم؟ اون سردخونه بود که به اسم هتل بهمون انداختن. نه تو رو خدا، یعنی یه بار دیگه نمیتونم شکنجه کنار تو خوابیدن تحمل کنم. خیلی عجیبه ها، انگار زندگیم قبل از تو مثل یه رویا بود، انگار که بیدار شدم و زندگی واقعیم شروع شده. یه نگاه بکن ببین چقدر خوش گذروندیم، اونقدر که یه آدم نمیتونه تو کل عمرش خوش بگذرونه. آدم دیگه چی میخواد مگه؟ سینان بیا بیرون ببینم. پلین چی کار داری میکنی؟ چی کار میکنی پلین؟ زهرمون ترکید. زهرتون ترکید؟ زهری چی عزیزم؟ دیگه پیشرفت کردین و دارین اندامای داخلیتونم شریکی استفاده میکنین. یه نگاه به حرفا و رفتارت بنداز، از این وضعیتت راضی هستی؟ تو باعث میشی من اینجوری رفتار کنم و نه اصلنم راضی نیستم اصلا. نه که من خیلی راضیم، اینجوری خیال میکنی؟ نشستم سر جام دارم خوشحالی میکنم. بگو بخندید با بقیه است، به من که میرسی مشکل دارم، بدبختی دارم. تو چطوری به این راحتی میتونی منو بذاری کنار؟ سینان آخه چطوری؟ ببین تونستم بذارم کنار یا نه؟ انگار اجازه میدی؟ نمیدم، اجازه نمیدم. یالا بیا پایین بگیر. نمیدم. بلین نصف شبی چرت و پرت تحویل من نده، برو خونتون. نمیخوام برم چون تو میای. زود باش، خیلی زود بیا پایین. بودو نمیام. چی کار میخوای بکنی پلین؟ که اینطور پلین. خیلی خوب بیا پلین. پلی دیوونه شدی؟ آره گفتم بیا پایین، گفتم بیا پایین با هم حرف بزنیم. ببین عجل نیای شروع میکنم به حرف زدن، همه محله هم میفهمن موضوع چیه. نه بابا گوش بدن، هیچ اهمیتی برام نداره. باشه پس گوش کن ببین چی میخوام بگم. بیشتر از این درد سر درست نکن، برو خونه تو آروم شو. باشه عزیزم، به امید دیدار. پلی همونجا باش، همونجا باش، حالا که میخوای میام، منتظرم باش. اومدم. چرا داری در میری؟ اما این مدلی که نگفتم بیای. نه مدل اومدنم هم تو باید تعیین کنی. نمیخوام پشیمون شدم. برو اومدن تو نمیخوام. برو به جای عذرخواهی اومدی دم خونم با سنگ میزنی به شیشه؟ اصلا اجازه دادی که عذرخواهی کنم؟ گوش کردی مگه؟ عذرخواهی میکردی چی میشد؟ تو که کار خودتو کرده بودی. درسته کردم، عاشق تو شدم. سینان هرچی تو رو ناراحت کرد منم همونو حس کردم. چند روز بهش فکر کردم، رستوران از دست بده، چی کار میکنه، کجا میره، چی میشه، همش به اینا فکر کردم. من نتونستم یه راه حل دیگه پیدا کنم. میدونم چیزی رو عوض نمیکنه، ولی من هر کاری که کردم برای خوشحالی تو کردم سینا. من راه دیگه برای خوشحال کردنت بلد نبودم. Bu kadar
kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım?